دونالد ترامپ برای دومین بار به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. آقای ترامپ توانست در یک رقابت تنگاتنگ با کسب حداقل 277 رأی انتخاباتی رقیب خود کاملا هریس معاون رئیس جمهور برحال آمریکا را شکست بدهد. همکارم سعید عزیزرحمن را با جزئیات بیشتر از این خبر از مقابل قصر سفید داریم. عزیز، آیا شمارش آرا تاکنون پایان یافته؟ خیر. تمامی ایالت های این کشور پایان نیافته، بلکه شمارش در 4 ایالت هنوز هم جریان داره و نتایج آن تا کنون اعلام نشده، ولی طوری که شما گفتین رئیس دونالد ترامپ توانست که از جمع 538 رای انتخاباتی امو آرای ضروری را به خاطر برنده شدن در انتخابات که 270 است ای را اضافه تر از ای را تکمیل کرده یا به دست آورده و آخرین ارقامی را که صدای امریکا میتونه تصدیق کنه ای است که دونالد ترامپ تا کنون موفق به کسب حداقل 277 رای شده، در حالی که کامالا هریس موفق به کسب 224 رای شده حداقل. ولی شب گذشته سخنرانی ای را که پس از اعلام نتایج مقدماتی دونالد ترامپ داشت، حتی آقای ترامپی را هم گفت که ممکن 3 تا 315 رای انتخاباتی را از خود کنه. آیا تا کنون جو بایدن و کاملا هریس در مورد برنده شدن دونالد ترامپ تا کنون چیزی گفتن یا خیر؟ خب انتظار می رفت که کاملا هریس رقیب دموکرات دونالد ترامپ شب گذشته در مقر ستاد انتخاباتی خود اینجا در شهر واشنگتن دی سی یک سخنرانی را داشته باشد، لیکن ستادش تقریبا ساعت 12 و یا 12:30 شب اعلام کرد که کاملا هریس امشب این سخنرانی را نداره، بلکه برای امروز سخنرانی به تعویق افتاده. لیکن تا امی لحظه ما کدام تقسیم اوقات رسمی از ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ کاملا هریس را نداریم. همچنان این هم تا کنون معلوم نیست که آیا جو بایدن در مورد انتخابات روز گذشته واکنشی و یا کدام اعلامیه را نشر خواهد کرد یا خیر.